خب جوانترین فرمانده ارشد نظامی کشور امیر، خوشخبر باشید. سلام علیکم. خبر خوب این که در صحنه‌های رزمی پدافند هوایی زمان به کسری از 10 ثانیه و 5 ثانیه خواهد رسید، زمان تصمیم گیری و چگونگی عمل کردن در صحنه. سامانه‌های توروپو اسکتر تاکتیکی که در حقیقت بدون استفاده از سیم و بدون استفاده از آنتن‌های دست و پاگیری که قبلا بوده، اطلاعات رو در کمترین زمان ممکن رد و بدل می‌کنه، هم اطلاعات شنیداری و هم اطلاعات تصویری. در حقیقت فرمانده صحنه نبرد دستش کاملا باز هست و فضای ابهام‌آمیز نبرد اذیتش نمی‌کنه. سامانه تلفیق اطلاعات ASR که یک برتری بسیار بالا هست، ما در کل کشور الان مطلع هستیم که در حقیقت پروازهای ما چه خصوصیاتی دارن، چه مشخصاتی دارن و میزان شناساییشون که این پرواز دقیقاً در چه لایه‌ای با چه هدفی با چه سمت و سویی حرکت میکنه. انقلابی که اتفاق افتاده در طول این مدت، خیلی از این مسائل در حقیقت تکنولوژی برتر در دنیا هست. الان خیلی از این سیستم ها و دستگاه هایی که در این صحنه هست در اختیار 5 الی 10 کشور دنیا هست. خب ما هم تحریم هستیم، تهدید میشیم، محدودیت ها و محرومیت های زیادی داریم، اما این محدودیت ها برای ما فرصت ساز شده. ما این همه نقاط حساس و حیاتی و دستاوردهایی که داریم در حقیقت باید مراقبش باشیم، چون 35 سال عرق داریم. گفتیم که جوانترین فرمانده ارشد نظامی کشور، چند سالتون هست امیر؟ 42 سال. جوانی خودش یه حسنه، اما بهترین حسن تو این زمین اینه که فرمانده معظم کل قوا اعتماد میکنن در این حد. این اعتماد ارزشمنده. جوانی خودش یه حسنه، اما این اعتماد محاسن بسیار بالایی است. سوالتون چی بود؟ تخصص خودتون؟ کنترل شکاری.